به نام خدا، محمد حسین سعادتفر هستم، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برق، گرایش الکترونیک قدرت و ماشین‌های الکتریکی دانشگاه تهران. با دوره آموزشی نرم افزار آتوم دیزاین در خدمت شما هستم. در ابتدای دوره مقدمه‌ای و در رابطه با نرم افزار و بردهای مدار چاپی خدمت شما عزیزان عرض می‌کنم و در فصل‌های بعدی به جزئیات نرم افزار خواهیم پرداخت. امروزه اگه به اطراف خودمون نگاه بکنیم، کمتر دستگاهی رو میبینیم که از اون به عنوان یک وسیله الکتریکی یا الکترونیکی یاد نکنیم. به دلیل مزایایی که بردهای مدار چاپی دارن، در تقریبا تمامی این وسایل از این بردهای مدار چاپی به عنوان واسط اتصال عناصر استفاده شد. برخی از این دلایل عبارتند از اینکه نویز پذیری بسیار پایینی دارن بردهای مدار چاپی نسبت به روش‌های مشابه، مقاومت مکانیکی خیلی خوبی رو به همراه میارن. پس همه مهمتر، عملیات مونتاژ و تست رو خیلی ساده می‌کنن برای ما و این امکان رو در اختیار ما قرار میدن که بتونیم بردهای خودمون رو در تیراژ وسیع تولید بکنیم. فضای بسیار کمی رو اشغال می‌کنن و میتونیم اون رو به هر شکلی که مد نظر خودمون هست تولید بکنیم. همونطور که الان در شکل هم میبینید، یک برد مدار چاپی هست که با یک شکل خاص و متناسب با کاربرد تولید و طراحی شده. امروزه تقریبا تمامی تولید کنندگان بردهای مدار چاپی و یا استفاده کنندگان از اونها، چه برای کاربردهای با تعداد بالا یا برای کاربردهای تست حتی، از نرم افزارها استفاده میکنن برای طراحی بردهای مدار چاپی خودشون و اتصال عناصر به هم دیگه. در بین نرم افزارهایی که امروزه وجود داره برای طراحی بردهای مدار چاپی، نرم افزار آلتیوم دیزاینر به دلیل قدمتی که داره و همینطور ویژگی های منحصر به فرد تونسته جای بسیار خوبی رو در بین اونها پیدا بکنه. به خصوص در ایران، نرم افزار آلتیوم دیزاینر به جرات می شود گفت که معروف ترین نرم افزار طراحی PCB هست و تقریبا تمامی تولید کنندگان از شما می خوان که خروجی که در اختیار اونها قرار میدید برای چاپ PCB خروجی این نرم افزار باشه. دلایلی که این نرم افزار تونسته جای بسیار خوبی رو باز بکنه زیاده. یکی از این دلایل قدمت بالای این نرم افزار هست. یوزر فرندلی بودن اون و اینکه کاربر خیلی راحت میتونه با اون ارتباط برقرار بکنه. این قابلیت که نرم افزار خروجی سه‌بعدی رو که در نهایت خواهید داشت رو در اختیار شما قرار میده، همینطور که دارید در شکل هم ملاحظه میکنید، و قابلیت های جامع این نرم افزار از جمله این موارد هستن. به کمک نرم افزار آلتیوم دیزاینر شما میتونید بردهایی رو از یک لایه تا تعداد بالای لایه رو تولید بکنید. امروزه بسیاری از تولید کنندگان بزرگ محصولات الکترونیکی، چه در سطح کوچک و چه در بردهای چندین لایه و بردهای پیشرفته‌ای مثل مادربردها، از این نرم افزار استفاده می‌کنند برای طراحی بردهای خودشون و این نشون دهنده قدرت بالای این نرم افزار هست. در این بین، این نرم افزار در آموزشگاه‌ها هم با وسعت بسیار زیادی آموزش داده میشه و این نشون میده که این نرم افزار در عین قدرت بالا از سادگی خوبی هم برخوردار است. سرفصل هایی که در این دوره آموزشی اونها رو با هم دیگه مرور خواهیم کرد، در ابتدا مقدمه ای رو در رابطه با نرم افزار و PCB خدمت شما عرض میکنیم، سپس به کلیات نرم افزار میپردازیم و با محیط نرم افزار آشنا میشیم. سپس یاد میگیریم که چطور میتونیم شماتیک مدار دلخواه خودمون رو در نرم افزار وارد بکنیم. طراحی PCB رو در نرم افزار آلتیوم دیزاینر با هم دیگه مرور خواهیم کرد و به این ترتیب PCB خودمون رو آماده ارائه برای چاپ میکنیم. در برخی مواقع پیش میاد که ما نیاز داریم که برخی عناصر رو خودمون در یک کتابخونه جمع‌آوری بکنیم. در فصل بعدی چگونگی انجام این کار رو با همدیگه مرور خواهیم کرد و در نهایت با یک مثال همه این موارد رو با همدیگه خواهیم دید. برای اتصال اجزای مدارهای الکترونیکی، به خصوص در کارهایی که تیراژ چندان بالایی ندارن، از روش‌های مختلفی استفاده میشه.
برخی از مهمترین اونها اتصال به کمک سیم هست، استفاده از برد 1000 سوراخ و استفاده از بردبورد. هر کدوم از این روش ها مزایا و معایب خودشون رو دارن. اتصال به کمک سیم که معمولاً در صنعت فشار قوی یا صنایعی که نیاز به ولتاژ و جریان‌های بالا دارن و در تابلو برق‌ها استفاده میشه، به این دلیل هستش که استفاده از این روش به ما قابلیت تحمل جریان و ولتاژهای بالا رو میده. اما مهمترین عیب اونها این هستش که سخت است و زمان بر. استفاده از برد 1000 سوراخ هم اتصال پایداری رو برای ما به همراه میاره و نسبتاً هم آسونه. اما عیبی که این روش داره این هستش که ریسک و نوزپذیری بالایی بداره، به این دلیل که ما چندان دستمون باز نیست در انتخاب محل عناصر، همچنین راهنمایی برای ما وجود نداره و همین دلیل ریسک بالایی رو داره در اتصالات. همچنین از اونجایی که ما در برد 1000 سوراخ لهنگکاری انجام میدیم، در صورت اشتباه کردن چندان بازگشتن به محله قبل راحت نیست و شما باید لحیم خودتون رو باز بکنید و مجددا لحیمکاری رو انجام بدید که خب کار چندان آسانی هم نخواهد. همچنین از اونجایی که از سیم زیادی شما در این روش استفاده میکنید، نوزپذیری بالایی رو برای شما به همراه میاره. استفاده از بردبورد معمولا در جایی استفاده میشه که ما یک مداری رو برای تست سریع میخواییم ببندیم و چندان روی مدار خودمون مطمئن نیستیم. در اینجا مزیتی که این روش داره این هستش که تغییر و تصحیح بسیار آسانی رو در اختیار ما قرار میده و در نهایت از عناصر خودمون دوباره میتونیم در مدارهای دیگه استفاده بکنیم. بعدی این روش هم این است که نوزپذیری بسیار بالایی رو داره، به این دلیل که اتصالات من اتصالات دائمی نیستن و حجم سیم‌هایی که در معرض هوای بیرون قرار دارن و میتونن نوزپذیری داشته باشن زیاد هست. همچنین به هیچ وجه تحمل جریان‌های بالا رو نداره ساختار بردبورد و همچنین پایداری بسیار کمی رو داره و معمولا شما نمیتونید مدارهای بردبوردی رو به راحتی جابجا بکنید بدون اینکه دستخوش تغییرات بشه. در اینجا شما نمونه ای از اتصال به کمک سیم رو مشاهده میکنید در یک تابلو برق. میبینید که حجم بسیار سیمی رو شما باید در اینجا استفاده بکنید و خب این کار رو سخت میکنه. به همین دلیل ما معمولا از این روش تنها در تابلو برق و در صنعت استفاده میکنید. در این تصویر شما استفاده از بردهای سوراخدار رو می‌بینید که تعدادی از عناصر الکترونیکی رو به کمک اون به همدیگه متصل کردیم. می‌بینید که خروجی در این روش چندان تمیز نیست و معمولاً حجم زیادی رو برد من اشغال می‌کنه و استفاده از سیم‌های زیاد هم باعث میشه که نویزپذیری مدار من بالا باشه. در این تصویر هم شما چگونگی استفاده از بردبورد رو می‌بینید در اتصالی تعدادی قطعه که خب خروجی بهش بچ خروجی مرتب و منظمی نیست و خیلی راحت میتونه تغییر بکنه. در این بین استفاده از برد مدار چاپی باعث میشه که مدار من نویزپذیری بسیار پایینی رو داشته باشه. به دلیل اینکه من نظارت زیادی روی ترک ها دارم، از چاپ های محافظ استفاده میکنم. عرض ترک ها، طول اونها، محل قرارگیری اونها، همه در اختیار من هست. نصب و مونتاژ برد های مدار چاپی بسیار ساده است، به دلیل اینکه ما معمولا چاپ راهنما استفاده میکنیم و محل عناصر در اختیار ما هست. نیازی به استفاده از سیم و مسائلی از این قبیل نیست و صرفا با قرار دادن عناصر در جای اونها و لحنکاری اونها اتصالات و مونتاژ تکمیل میشه. به همین دلیل از این روش در تیراژ های بالا هم استفاده میشه و ما امروزه تقریبا هر جایی که بورد های الکترونیکی رو میبینیم از روش بورد های مدار چاپی برای اتصالات استفاده شده، برخلاف اینکه سال قبل از دیگر روش ها هم استفاده میشه. بردهای مدار چاپی امروزه میتونن تحمل جریان های بسیار بالایی رو داشته باشن تا جایی که بسیاری از مدارات الکترونیک قدرت رو هم میایم با بردهای مدار چاپی میسازیم و عناصر به خصوص کنترلی رو بر روی اونها نصب میکنیم. بردهای مدار چاپی میتونن تا 10 آمپر رو هم برای ما تحمل بکنن. همچنین از اونجایی که من میتونم تعداد لایه های زیادی رو در بردهای مدار چاپی داشته باشم، این بردها فضای بسیار کمی رو اشغال میکنن، تا جایی که این چیزی که برای ما محدودیت فضا رو میاره فضایی نیست که توسط برد اشغال شده، بلکه فضایی هست که توسط عناصری که روی برد مونتاژ شدن اشغال شده. در اینجا شما نمونه ای از یک برد مدار چاپی رو میبینید که تعداد بسیار زیادی قطعه رو به همدیگه متصل کرده و عملا
اتصال این قطعات به کمک روش های دیگه غیر ممکن هست. بورد های مدار چاپی باعث به وجود اومدن عناصر بسیار کوچکی شدن با تکنولوژی های بسیار بالا که تنها روش اتصال اونها استفاده از بورد های مدار چاپی هست. اگر بخوایم اجزای بورد مدار چاپی رو خیلی مختصر یک مروری روش داشته باشیم، در بورد مدار چاپی ما یک عایقی رو داریم، یک صفحه ای رو داریم که عایق هست و بر روی اونها هم ترک های رسانه رو داریم که معمولا از جنس مس هستن و همون نقش سیم رو برای ما بازی میکنن. عناصر از طریق سوراخ ها و پد ها بر روی این بورد مدار چاپی مونتاژ میشن و در نهایت از طریق این رسانه ها و ترک ها با همدیگه ارتباط برقرار میکنن. بر روی بورد مدار چاپی ما معمولا یک چاپ محافظ یا به اصطلاح چاپ سبز استفاده میکنیم تا مدار خودمون رو در برابر عوامل خارجی مثل شوک‌های مکانیکی یا تشعشعات الکترومغناطیسی یا دیگر منابع نویزی محافظت بکنه. همچنین باعث میشه که اتصالات غیرمجاز در مدار ما به راحتی به وجود نیاد و از اونجایی که این چاپ‌های محافظ معمولا قلب‌گریز هم هستن، عملیات مونتاژ رو برای من راحت‌تر می‌کنه. همچنین ما معمولا بر روی بردهای مدار چاپی از چاپ راهنما هم استفاده میکنیم که باعث میشن که عملیات مونتاژ خیلی ساده تر صورت بگیره و فقط من کافیه که بدونم هر عنصر چه مشخصاتی داره در یک جدول و به کمک چاپ راهنما من محل قرارگیری اون عنصر رو به راحتی میتونم پیدا کنم. در بردهای چند لایه هم ما چندین لایه رو داریم که معمولا به کمک عایق‌های بسیار نازکی بر روی همدیگه قرار میگیرن و ترک‌ها در لایه‌های مختلف پخش شدن و باعث میشن که ما بتونیم تراکم بسیار بالایی رو در مقام بیاریم. اگر بخوایم تاریخچه توسعه بورد‌های مدار چاپی رو مرور روش داشته باشیم، در سال 1903 آلبرت هانسون در کشور آلمان به نوعی اولین بورد مدار چاپی رو به وجود آورد به کمک استفاده از فول بر روی یک بورد عایق. در سال 1904 ادیسون به کمک روش آبکاری روی کاغذ کتان تونست اون چیزی رو که هانسون قبلا به وجود آورده بود رو توسعه بده. در سال 1913 آرتور بری از بریتانیا از روش چاپ و قلمزنی استفاده کرد برای ایجاد بورد مدار چاپی. در سال 1913 یعنی همون سال پل اسلی از کشور آمریکا از اسپری فلز و ماسک الگو استفاده کرد، اون چیزی که ما معمولا امروزه هم استفاده میکنیم خیلی اوقات در پارچه نویسی هم. در سال 1927 چارلز دورکاس از روش آبکاری الگو برای ایجاد بورد مدار چاپی خودش استفاده کرد. تا در سال 1936 یک مهندس اتریشی برای اولین بار مدار چاپی رو به عنوان یک اختراع به ثبت رسوند و از اون به عنوان بخشی از رادیو استفاده کرد. تا در نهایت در سال 1943 ارتش آمریکا از بوردهای مدار چاپی در مقیاس بزرگ استفاده کرد برای تولیدات لوازم الکترونیکی جنگی و تا امروزه هم می‌بینیم که بردهای مدار چاپی توسعه بسیار بسیار زیادی پیدا کردن و ما اونها رو می‌تونیم در جای جای زندگی خودمون کاربردهاش رو ببینیم. اگر بخوایم کاربردهای بردهای مدار چاپی رو بررسی بکنیم، در رشته برق که کاربرد اون خیلی مشخص هست، در گرایش‌های مختلف اون اهم است الکترونیک کنترل، مخابرات، قدرت، مهندسی پزشکی، همه از بردهای مدار چاپی استفاده میکنن برای تولیدات خودشون. در رشته سخت افزار هم بردهای مدار چاپی نقش جدایی ناپذیری رو دارن. همچنین در کاربردهای صنعتی هم از بردهای مدار چاپی استفاده فراوانی میشه. در صورتی که شما در دانشگاه مشغول به تحصیل هستید، حتما به بردهای مدار چاپی برخواهید خورد در پروژه های خودتون و در تحقیقات علمی. در پژوهشکده‌های مختلف هم که در رشته‌های مختلفی به خصوص برق و سخت افزار در فعالیت هستن، از بردهای مدار چاپی استفاده می‌کنن برای ارائه محصولات خودشون و آزمایش کردن بر روی اونها. پیش نیازهای بحثی که خواهیم داشت، ابتداش خوبه که شما آشنایی داشته باشید با مبحث لحنکاری و مونتاژ. مقدمات بسیار کلی رو در رابطه با الکترونیک بدونید و عناصر اصلی رو مثل خازن، مقاومت، ترانزیستور بشناسید. همچنین توصیه میکنیم که
یک آشنایی کلی رو پیدا بکنید با عناصری مثل میکروکنترلرها، FPGA ها، به این عنوان که فقط بدونید چی هستن و به چه شکلی کار میکنن. با مدارهای الکتریکی باید آشنایی داشته باشید، بشناسید که مدار به چه صورتی عمل میکنه، تغذیه یعنی چی، چه موقع ما میگیم یک مدار داریم، اتصالات مدارها رو ما چجوری رسم میکنیم، چجوری اونها رو تحلیل میکنیم و کلیاتی از این قبیل، یک آشنایی با اونها داشته باشید. مبحث دیگه ای که باید قبل از ورود به بحث طراحی مدارهای چاپی با اونها آشنا بشیم مبحث پکیجینگ هست. امروزه تولید کنندگان مختلف قطعات خودشون رو با شکل های مختلفی در اختیار ما قرار میدن که بتونیم از اونها در بردهای خودمون استفاده بکنیم. به چگونگی ارائه این عناصر پکیجینگ. در لحظه دو نوع کلی پکیجینگ در دنیا رایج هست. اولی اونها که به اونها نصب سطحی میگیم و دیگری که به اونها ترو هول یا از طریق سوراخ میگیم. تکنولوژی ترو هول ها تکنولوژی قدیمی تری هست و تکنولوژی که امروزه داره جای اون رو میگیره تکنولوژی نصب سطحی هست، اما همچنان میتونیم هر دو نوع تکنولوژی رو ببینیم، به این دلیل که خب تکنولوژی ترو هول هم مزایای خودش رو به خصوص در برخی کاربردها داره. اینجا شما نمونه ای از یک کامپوننت ترو هول رو میبینید. معمولا افراد با این کامپوننت ها آشنایی بیشتری دارن و معمولا رحمکاری رو ما از اون شروع میکنیم. در تکنولوژی ترو هول کامپوننت از طریق تعدادی سوراخ در محل مورد نظرش قرار میگیره، پایه های اون از این سوراخ ها عبور میکنن و در نهایت به کمک لحیم به پد زیرین لحیم میشن و به این ترتیب کامپوننت میتونه با بقیه اجزای مدار ارتباط برقرار کنه. در اینجا شما PCB رو میبینید که از قطعات ترو هول که به اختصار به اون TH هم میگیم استفاده شده. میبینید که تعداد زیادی سوراخ وجود داره که قطعات ما بر روی اون نصب میشن. در تکنولوژی نصب سطحی سوراخ وجود نداره، کامپوننت ما بر روی لایه قرار میگیره، پدها در زیر اون قرار دارن و قلعه من به روش های مختلفی ارتباط قطعه من رو با اون پدی که بر روی اون قرار گرفته برقرار میکنه. در برخی مواقع ما از یک چسب استفاده میکنیم برای اینکه قطعه من بهتر بتونه در محل خودش قرار بگیره. معمولا عناصری که با تکنولوژی نصب سطحی تولید میشن بسیار بسیار کوچیکتر هستن و به این دلیل در مدارهایی که من نیاز به فشردگی بسیار زیادی دارم از این قطعات استفاده میکنه. همچنین IC هایی که تعداد زیادی پایه دارن با این تکنولوژی تولید میشن که فضای زیادی رو اشغال نکنن. اینجا شما نمونه ای از PCB رو میبینید که در اون از قطعاتی با نصب سطحی استفاده شده. میبینید که سوراخی برای نصب قطعات وجود نداره و شما پایه ها رو با رنگ زرد رنگ میبینید که عناصر بر روی اون نصب میشن. اجازه بدید یک مروری داشته باشیم بر روی تاریخچه نرم افزار Altium Designer و یک نسخه شناسی از اون رو ببینیم. برای اولین بار در سال 1985 نرم افزاری برای طراحی PCB تحت داست ارائه شد با عنوان پروتل و در استرالیا فروش نسبتا خوبی رو داشت تا در سال 1986 فروش اون رو توسعه دادن و اون رو در آمریکا و اروپا هم فروختن. در سال 1987 نرم افزار دیگه‌ای رو ارائه دادن که برای طراحی شماتیک بود و اسم اون رو پروتل شماتیک گذاشتن. در سال 1998 اومدن نرم افزار طراحی PCB و نرم افزاری رو که برای طراحی شماتیک داده بودن رو در یک نرم افزار ادغام کردن و قابلیت‌های اون رو با هم دیگه مچ کردن و اسم اون رو پروتل 98 گذاشتن و به این ترتیب اولین نرم افزار جامع طراحی PCB و شماتیک ارائه شد. در سال 1999 قابلیت نمایش سه‌بعدی رو برای اولین بار به این نرم افزار اضافه کردن و به این ترتیب نرم افزار پورتل 99 پدید اومد. حتی تا سالهای اخیر هم از این نرم افزار ما می‌دیدیم که در صنعت استفاده می‌شد و هنوز هم کتاب‌های اون رو شما می‌تونید پیدا کنید، کتاب‌هایی با عنوان آموزش پورتل 99 SE که معروف‌ترین ورژن اون هست. در سال 2001 شرکت پورتل شرکت تسکین رو که اون هم یکی دیگر از تولید کنندگان معروف نرم افزارهای PC بود رو به قیمت 7.4 میلیون دلار خرید و با اون ترکیب شد و به این ترتیب نرم افزار Altium کلید خورد. در اینجا ما ورژن Altium DXP رو میبینیم که بعد از اون
تغییر نام پیدا کرد به آلتیوم دیزاینر و تاکنون ورژن های مختلفی از اون ارائه شده و هر سال هم پیشرفت میکنه و قابلیت های جدیدی هر ساله به اون اضافه میشه. تا اینجا ما مقدمه ای رو در رابطه با نرم افزار آلتیوم دیزاینر و همچنین پی سی بی ها خدمت شما عزیزان عرض کردیم. در فصل های بعدی با این نرم افزار و چگونگی طراحی پی سی بی در اون آشنا بکنیم. در این قسمت از آموزش با هم می‌خوایم چگونگی نصب نرم افزار آلتیوم دیزاینر رو مرور بکنیم. نرم افزار آلتیوم دیزاینر معمولاً در قالب دو بخش خدمت شما ارائه میشه. بخش اول که فایل نصب نرم افزار هست و بخش دوم مجموعه ای از کتابخونه های نرم افزار است که معمولاً با نام Altium Unified Components اون رو میشناسید. پوشه Altium Unified Components رو که شامل کتابخونه های نرم افزار هست رو شما میتونید به سادگی کپی بکنید و در محلی که مد نظرتون هست، این محل میتونه هر جایی باشه، اون رو استفاده بکنید. بعداً به شما میگیم که چطور میتونید از طریق نرم افزار به این پوشه لینک بدید و در این پوشه جستجو رو انجام بدید به منظور یافتن قطعات دلخواهید. بنابراین با این پوشه کاری نداریم در محله نصب، اون رو فقط کپی میکنیم در جایی که میخواییم. برای نصب به سراغ پوشه نصب نرم افزار میریم و همانند دیگر نرم افزارها برای شروع عملیات نصب بر روی فایل ستاپ کلیک میکنیم. در صفحه مقدمه اطلاعاتی رو در رابطه با نرم افزار در اختیار ما قرار میده. برای دکمه نکست کلیک میکنم، با لایسنس اون موافقت میکنم و بر روی دکمه نکست کلیک میکنم. در این صفحه باید انتخاب بکنیم که مایل هستیم نرم افزار چه مواردی رو برای ما نصب بکنه. کاربرد اصلی نرم افزار همون پی سی بی دیزاین هست و بنابراین به صورت پیش فرض تیک خورده. در قسمت پلتفرم اکستنشنز من افزونهایی رو که مایل هستم در نرم افزار استفاده بکنم از اونها رو میتونم انتخاب بکنم، رو به اون شکل رها میکنیم. در قسمت سابلایرز اطلاعات یک سری از فروشندگان بزرگ قطعات الکترونیکی وجود داره که من میتونم از نرم افزار بخوام این اطلاعات رو برای من نصب بکنه. به صورت پیش فرض من تمامی این گزینه ها رو تیک میزنم و از نرم افزار میخوام که تمامی این موارد رو برای من نصب بکنه. شما میتونید با استفاده از این اطلاعات به یک سری پارامترهای نظیر اینکه آیا اون قطعه در حال حاضر وجود داره، به فروش میرسه، چه قیمتی و موارد این چنینی دسترسی پیدا بکنید. با استفاده از تیک قسمت FPGA Design من میتونم ابزارهای مربوط به طراحی FPGA رو به نرم افزار اضافه بکنم که از اونجایی که کاربرد ما طراحی PCB هست این گزینه رو تیک نمیزنیم. شما میتونید بسته به نیاز خودتون این گزینه رو انتخاب بکنید یا نه. در لیست importers exporters یک سری افزونه هایی رو میبینید که نرم افزار از ما میخواد که آیا مایل هستیم اونها رو نصب بکنه یا نه. اینها به ما کمک میکنن که بتونیم فایل های مختلفی رو که مرتبط هستن با نرم افزار آلتیوم در داخل نرم افزار ایمپورت بکنیم یا اکسپورت بکنیم. بخشی از اینها مربوط به نرم افزارهای طراحی سه بعدی هستند و بخشی هم مربوط به دیگر نرم افزارهای طراحی پی سی بی. با استفاده از قسمت تاچ سنسور ساپورت میتونیم از نرم افزار بخوایم که ابزارهای مربوط به طراحی سنسورهای تاچ رو هم برای ما اضافه بکنه که در اینجا موضوع بحث ما نیست. برای دکمه نکس کلیک میکنم. مسیر نصب اطلاعات اصلی نرم افزار و یک سری اطلاعات جانبی رو که معمولا در پوشه شیرد ما اونها رو ذخیره میکنیم. خب در ویندوز پوشه پابلیک معمولا به این امر اختصاص داده شده. من میتونم مسیرها رو از طریق این قسمت تغییر بدم یا اون رو به همون شکل رها بکنم. برای دکمه نکس کلیک میکنم. نرم افزار به من میگه که مراحل نصب آماده انجام هست. برای دکمه نکس کلیک میکنم و به این ترتیب عملیات نصب نرم افزار آغاز میشه. مرحله نصب به همینجا به پایان میرسه و ما دیگه دیالوگ خاصی رو نخواهیم داشت. در انتها یک دیالوگ مربوط به اتمام عملیات برای من نمایش داده میشه و به من میگه که عملیات به موفقیت به پایان رسیده. من در اونجا با کلیک کردن برای دکمه فینیش به این عملیات خاتمه میدم و به این ترتیب میتونم از نرم افزار استفاده بکنم.
محمد حسین سعادتفر هستم، با دوره آموزشی نرم افزار آتیوم دیزاینر در خدمت شما هستم. در این قسمت می‌خوایم یه مروری داشته باشیم بر روی بخش‌های مختلف نرم افزار و کلیات اون. برای باز کردن نرم افزار میتونید از گزینه‌ای که بر روی دسکتاپ شما ایجاد شده با نام آتیوم دیزاینر استفاده کنید و یا بر روی گزینه استارت کلیک کنید، آل پروگرامز، آتیوم و نرم افزار آلتیوم دیزاینر رو از این قسمت انتخاب بفرمایید تا اینکه محیط نرم افزار برای شما باز بشه. با باز شدن نرم افزار شما یک محیطی رو به این شکل ملاحظه می‌کنید که خب بخش‌های مختلفی رو داره که الان یک توضیحاتی رو در رابطه با هر کدوم از اونها به شکل مختصر برای شما ارائه میدم. اجازه بدید این قسمت رو من ببندم تا اینکه محیط یه مقدار خلوت‌تر بشه. در بالای صفحه شما دو تولبار رو میبینید که اولین تولبار مربوط به منوها هست. منوی فایل رو میبینید که گزینه‌های مختلفی رو داره که از بالا یک توضیح مختصری رو در رابطه با اونها خدمت شما ارائه میکنم. مثل همه نرم افزارها نیو هست که از طریق اون شما میتونید فایل‌های مختلف رو ایجاد بفرمایید. شماتیک و پی سی بی دو تا از مهمترین آیتم هایی هستن که در این قسمت وجود دارن. دیگر آیتم هایی که ما از اونها استفاده زیادی در طول آموزش خواهیم کرد پروژکت هست که از طریق اون دیگه پروژه جدید ایجاد کنید و همطور لایبرری. گزینه دیگه که در منوی فایل هست و اونها استفاده زیادی خواهیم کرد اوپن هست که خب از طریق اون شما میتونید فایل های مختلفی رو باز کنید. کلو هست که باعث بسته شدن نرم افزار میشه. از گزینه Open Project میتونید استفاده کنید برای باز کردن پروژه ها. از گزینه Open Design Workspace برای باز کردن یک Workspace استفاده میکنید که خب یک Workspace میتونه شامل پروژه های مختلفی باشه. دیگر گزینه ها Import Wizard هست که یک ویزاردی هست برای ایمپورت کردن فایل ها از نرم افزارهای دیگه، نرم افزارهای طراحی PCB یا میتونه نرم افزارهای سه‌بعدی و سایر نرم افزارهایی باشه که با نرم افزار آتیوم دیزاینر میتونن ارتباط برقرار کنن و فایل ها رو بین اونها شما جابجا کنن. در سمت چپ نرم افزار شما یک پنلی رو میبینید با نام فایلز که از طریق اون هم شما میتونید با فایل ها کار کنید. از بالای توضیح میدم خدمتتون. اوپن داکیومنت از طریق خوب بازده هست که شما میتونید داکیومنت های مختلف رو باز کنید. مور ریسنت داکیومنت که اولین گزینه هست با کلیک بر روی اون داکیومنت های مختلفی که آخرین بار باز کردید برای شما باز میشه و اطلاعات در رابطه با اون خدمت شما ارائه میده. از اونجایی که این نرم افزار برای اولین بار هست که باز شده و قبلا فایلی رو از طریق اون باز نکردیم، این قسمت ملاحظه میکنید که خالی هست. از قسمت دوم شما میتونید یک پروژه جدید رو باز بفرمایید. در قسمت بعدی شما میتونید یک فایل جدید رو ایجاد بکنید که خب مشابه با همون قسمت فایل و نیو هست. ببینید که گزینه هایی هم که در این قسمت وجود داره مشابه با هم هستن. اجازه بدید برای اینکه گزینه های زیرین رو ببینیم من پنل های بالایی رو ببندم. در قسمت بعدی نیو فرم اگزایتینگ فایل هست که شما میتونید یک فایل جدیدی رو بر اساس فایل هایی که قبلا داشتید ایجاد کنید. در قسمت زیرین اون شما میتونید از تمپلیت هایی که در نرم افزار وجود هست استفاده بکنید تا اینکه فایل های خودتون رو بسازید. همچنین در آخر این گزینه پی سی بی بورد ویزارد رو می‌بینید که یک ویزارد و یک سری مراحل رو برای شما میاره برای اینکه بتونید پی سی بی خودتون خیلی راحت تر ایجاد کنید که ما می‌بینید که از این گزینه استفاده زیادی خواهید کرد. نکته‌ای که جا داره اینجا عرض بکنم اینه که این قسمت شما قسمت کشویی رو نمی‌بینید برای اینکه بتونید به اون گزینه‌های پایین‌تر برسید و برای دسترسی به اونها شما باید قسمت‌های بالاتر رو ببندید تا قسمت های زیرین دیده بشه. قسمت دیگه که جا داره برای شما توضیح بدم سمت راست صفحه هست که با کلیک روی هر کدوم از اونها یک پنلی برای شما باز میشه. در قسمت فیوریتس شما میتونید ویو های مورد علاقه خودتون رو اضافه بکنید. در قسمت کلیپ بورد فایل هایی که در کلیپ بورد وجود هست رو شما میتونید این قسمت ببینید. یکی از ویژگی های آتیوم دیزاینر هست که شما احتمالاً مشابه اون رو در مقصد مثل ورد ممکنه دیده باشید و اون این که شما میتونید چندین فایل رو همزمان در کلیپ بورد خودتون نگه دارید و با کپی کردن اطلاعات قبلی از کلیپ بورد پاک نمیشه. در قسمت لایبرری شما میتونید کتابخونه هایی که در نرم افزار اضافه شده هست رو ملاحظه بکنید. کتابخونه های مختلفی رو از یا اضافه بفرمایید.
قسمت بعدی که جا داره اینجا توضیح بدم منوی ویو هست. در قسمت ویو اولین گزینه تولبارز هست که ما میتونید تولبارهای مختلفی رو حذف و اضافه بکنید. در اونجایی که ما الان در محیط اولیه هستیم فقط دو تا تولبار وجود داره، نویگیشن و نو داکیومنت تولز، که هر دوی اونها در حال حاضر نرم افزار هستن. در قسمت بعدی ورک اسپیس پنلز ها هستن که شما پنل های مختلفی رو میتونید از طریق اون اضافه و یا کم بکنید. این قسمت هم بسته به اینکه ما در چه محیطی هستیم گزینه های مختلفی رو خواهند داشت. اجازه بدید برای اینکه بررسی بکنیم، به عنوان مثال من قسمت آوتپوت رو من تیک بزنم. میبینید که یک پنل به داخل صفحه آورده شد. من اینو میتونم در جاهای مختلف صفحه قرار بدم. به چه صورت؟ با درگ دراپ کردن قسمت بالایی این پنل. ملاحظه میکنید که وقتی که اقدام به درگ اند دراپ کردن میکنید، چهار تا گزینه بر روی صفحه نمایش داده میشه که از شما میخواد که انتخاب بکنید که این پنل رو قرار کجای صفحه قرار بدید. اگه من موس رو روی بالاترین گزینه بیارم، میبینید که قسمت بالای صفحه آبی میشه، به این معنی که اگه شما موس رو رها بکنید این پنل در اینجا قرار میگیره. راست، چپ و پایین گزینه های دیگه ای هستن که شما میتونید انتخاب بکنید. خب اگه من موس رو روی قسمت راست ببرم، شما میبینید که یک فلش سمت راست و زیر لایبرریز ایجاد شده و قسمت آبی. این به این معنیه که با رها کردن موس در زیر قسمت لایبرریز قرار میگیره این گزینه. حالا اجازه بدید من موس رو مستقیما به سمت راست ببرم. ببینید که اکنون من میتونم این موقعیت اون فلش قرمز رنگ رو جابجا بکنم و اون رو در قسمت مختلفی قرار بدم. اجازه بدید که موس رو قسمت چپ ببرم. این بار میبینید که متفاوته، چرا که پنل در سمت چپ صفحه باز هست. اینجا هم دوباره ما چهار تا گزینه رو میبینید که میتونید در قسمت های مختلف این قرار بگیرید. مثلا ما این رو الان سمت راست این پنل قبلی اضافه کردم، میبینید که در اینجا قرار بگیرید. خودتون میتونید با کار کردن و جابجا کردن پنل ها از قابلیت های فوق العاده ای که در اختیار شما قرار میده برای چینش محیطتون استفاده بکنید. خب من اگه یک چینشی رو اعمال بکنم به صفحه، میتونم این چینش رو هم سیو بکنم. View, Desktop Layout و میتونم از Save Layout استفاده بکنم برای سیف کردن این Layout خودم. در قسمتی که دوست دارید شما میتونید عملیات سیف خودتون رو انجام بدید. اجازه بدید محیط رو برگردونم به حالت پیش‌فرضش. برای این کار View, Desktop Layout و برای گزینه دیفالت کلیک میکنم تا به حالت اولیهش برگردونم. همچنین میتونم لی‌آوت قبلی رو به کمک گزینه لود لی‌آوت بازیابی بکنم. فایلی رو که برای دسکتاپ سیو کرده بودم انتخاب کنم و ببینید که محیط به حالت قبلی برگشته. این قابلیت بی‌نظیر رو در اختیار شما قرار میده که بتونید بسته به کاری که دارید انجام میدید و در محیطی که هستید، صفحه نمایش خودتون رو و پنل‌های مختلف رو به اون شکلی که مایل هستید بچینید. و دوباره برش میگردونم محیط رو به حالت اولیه. گزینه‌های دیگه‌ای که اینجا هست مربوط به چینش‌های مختلف قسمت اصلی و اولیه صفحه نمایش هست که شما در مرکز اون رو می‌بینید. من می‌تونم با انتخاب قسمت‌های مختلف اون رو تغییر بدم و تب‌های مختلفی رو ایجاد بکنم. منوی بعدی منوی پروژکت هست که برای مدیریت پروژه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیره که ما در بخش‌های بعدی این رو برای شما به صورت کامل شرح خواهیم داد. و قسمت ویندوز هست که شما میتونید ویندوز ها و پنجره های مختلفی که باز هست رو از طریق این چینش کنید. ملاحظه میکنید که الان برای بالا و پایین قرار گرفت با استفاده از این منو. گزینه کلوز آل، من هر دو پنجره رو میبندم تا به وضعیت اولیه برگردم. خب ما تا اینجای کار یه توضیحاتی رو در رابطه با قسمت های اصلی نرم افزار برای شما دادیم و آماده هستیم که وارد جزئیات بشیم و پروژه های خودمون رو ایجاد بکنیم و توضیحات تکمیلی رو در رابطه با قسمت‌های دیگه خدمت شما ارائه بدم. در این قسمت ما می‌خوایم یک پروژه PCB ایجاد بکنیم و مسائل مربوط به اون رو با هم دیگه یک بررسی روش داشته باشیم. برای ایجاد پروژه PCB اولین روشی که وجود داره اینه که در قسمت نیو از پنل فایلز بر روی گزینه بلانک پروژه PCB کلیک بکنیم. همونجوری که می‌بینید در پنل پروژه گزینه PCB Project 1 ایجاد شد. اولین کاری که باید بکنیم اینه که اون رو در مسیر مورد نظر خودمون سیو بکنیم.
برای این کار روش کلیک راست بکنید و روی گزینه سیف پروژه کلیک بکنید. در پنجره باز شده ما باید مسیر خودمون رو برای ذخیره انتخاب بکنیم. من رو در پوشه پروژه ذخیره میکنم. یک نیو فولدر میسازم و در داخل اون فایل خودم رو ذخیره میکنم. اجازه بدید از یک مسیر دیگه هم من یک پروژه ایجاد بکنم. منوی فایل، نیو و پروژکت. در این روش میبینید که یک پنجره باز شده با نام نیو پروژکت. در قسمت نیم من میتونم نام پروژه خودم رو انتخاب بکنم و در قسمت لوکیشن مسیر خودم رو برای ذخیره انتخاب کنم. در قسمت پروژکت تمپلیت من میتونم از تمپلیت های مختلفی که در نرم افزار آتیوم دیزاینر موجود هست استفاده بکنم برای اینکه پروژه خودم رو بر اساس یکی از اونها بسازم تا اینکه مسیر انجام پروژه من سرعتش بالاتر بره. تمپلیت هایی که شما اینجا میبینید یه سری تمپلیت های استاندارد هست برای کاربرد های خاص مثل کارت های PCI و یا کارت های AT، کارت هایی که با پاس های AT کار میکنن و مسائلی میشه. من برای هم گزینه دیفالت کلیک میکنم تا برای من یک پروژه خالی بسازم. گزینه دیگه که در اینجا هست Create Project Folder هست. اگه این گزینه تیک خورده باشه یک پوشه میسازه در مسیر مشخص شده و با نام پروژه من و در اونجا اطلاعات مربوط به پروژه من ذخیره میشه. برای گزینه اوکی من کلیک میکنم تا پروژه من ساخته بشه. میبینید که یک پروژه دیگه در زیر پروژه قبلی برای من ساخته شد. این بار پروژه من نیاز به سیو نداره چون که در مرحله قبلی من انتخاب کردم مسیر ذخیره شدن اون رو. و اکنون پروژه من ذخیره شده. اجازه بدید یه نگاهی داشته باشیم به محل ذخیره شدن پروژه ها. در این مسیر ما می‌بینیم که دو تا پروژه ما، یکی با نام PRJ-PCB که خب اون هست که من خودم نیو فولدرش رو ساختم و فایل پروژه من و یک پوشه با نام هیستوری در این قسمت وجود داره که در حال حاضر خالی هست. یکی از ویژگی های نرم افزار آتیوم دیزاینر این هست که تمامی فایل هایی که تغییر میکنن به مرور زمان از تمامی اونها یک بکاپ ذخیره میشه و شما همیشه از ابتدای پروژه تا به اکنون رو فایل های خودتون رو دارید و میتونید هر بار که خواستید به عقب برگردید و پروژه قبلی. خب اجازه بدید تکمیل کنیم پروژه ما. به عنوان مثال در اولین قدم من میخوام یک داکیومنت بسازم. برای این کار روی PC Project کلیک راست میکنم. Add New to Project و شماتیک. میبینید که شماتیک برای من ساخته شده. اگه به نام پروژه دقت کنید یک ستاره بغلش اون هست و علامت کنار اون به رنگ قرمز در اومده. این به این معنیه که پروژه ما یه سری اطلاعاتی داره که سیو نشده. همچنین که میدونید هنوز ما شماتیک خودمون را هم سیو نکردیم. برای این کار من کنترل و S رو فشار میدم. صفحه سیو برای من باز میشه. میبینید که پوشه پروژه برای من ظاهر شده و از من میخواد که اسم فایل رو انتخاب بکنم. برای دکمه سیو کلیک میکنم و پروژه من سیو شد. اگه دقت کنید میبینید همچنان علامت ستاره در کنار نام پروژه هست. این به این دلیل هست که درسته که ما الان داکیومنت خودمون رو سیو کردیم اما هنوز این اطلاعات به فایل پروژه ما ذخیره نشده. و این کار روی نام پروژه من کلیک راست میکنم و بر روی گزینه سیف پروژکت کلیک میکنم. میبینید که علامت قرمز و ستاره حذف شد. خب اجازه بدید از یک مسیر دیگه هم من یک بیان فایل شماتیک ایجاد بکنم. برای فایل نیو و شماتیک کلیک میکنم. میبینید که مجددا یک شماتیک دیگه در صفحه اضافه شد. حالا اگه من بیام در فضای خالی پنل پروژکت کلیک راست بکنم، Add New to Project و شماتیک رو انتخاب بکنم، باز هم میبینید که به پروژه بالایی اضافه شد. به چه دلیل؟ به این دلیل هست که الان پروژه فعال من این پروژه هست. برای اینکه بخوام من به پروژه پایینی یک شماتیک ایجاد کنم باید چه کار بکنم؟ و روی نام اون کلیک راست بکنم. Add New to Project و شماتیک. میبینید که این بار به پایینی اضافه شد. حالا اگه یکی از این شماتیک ها رو من درگ اند دراپ بکنم و بر روی پروژه پایینی رو رها بکنم، میبینید که از بالایی به پایینی منتقل شد. نرم ترتیب شما میتونید شماتیک ها رو بین پروژه هاتون جابجا بکنید. دقت بکنید که بهتره که حتما فایل شماتیک در همون پوشه ای که نرم افزار اصلی هست قرار داشته باشه. اگه به این شکل نباشه چه اتفاقی میفته؟
این فایل شیت رو در نظر بگیرید که ما سیف کردیم در پوشه یه پروژه بالایی، اما الان من اون رو به پوشه پروژه پایین کشیدم. اما دقت کنید در کنار اون یک علامت کوچیک فلشی وجود داره، به این معنی که این فایل شماتیک در پوشه پروژه من وجود نداره. اونو به محل قبلش برمیگردونم. اگه من یه فایل شماتیک رو به خارج از این دوتا بکشونم، یعنی به اینجا، میبینید که یه حالت فری داکیومنت ایجاد میشه.